سلام دوستان عزیز، روزتون بخیر. بوگن ششم قسمت بی رو با هم دیگه شروع میکنیم. وقاف زالتن زی زیش هیه اینشتلن. سال اول از بوگن شیش قسمت بی میگه که ما باید اینجا آماده چه چیزی باشیم. همطور که میبینید یک عکس داریم، در یک جاده هستیم، جاده خارج از شهر هست، هوای خوبی نیستش، داره بارون میباره، دید ما کمه. خب سه تا گزینه داریم. یکی این که auf eine schlechte Sichtbarkeit meines Fahrzeuges. در اولین گزینه اشاره میکنه به schlechte Sichtbarkeit، به این معنی که دید شما خیلی بد میشه، دید من میاد پایین، دیگه محدوده دیدم کم میشه و باید آماده یه همچین موقعیتی باشم. گزینه دوم auf eine verlängerten Bremsweg. برمزبگ گفتیم که خط ترمز هست. فلنگتن برمزبگ یعنی این که طولانی شدن این خط ترمز. آماده این باید باشیم که اگه اتفاقی بیفته و ترمز بزنیم خیلی طولانی میشه خط ترمزمون تا ماشین بیسته. و آخرین گزینه auf eine Höhe Bodenhaftung der Reifen. Reifen یعنی چرخا. Bodenhaftung اینجا اون چسبندگی بین زمین و لاستیک هستش. میگه چرخای ماشین بیشتر به زمین میچسبن. خب در بین گزینه اگه توجه بکنید، ما باید گزینه اول گزینه درستی است، دید ما تو این وضعیت کم میشه، محدود میشه و همچنین زمانی که ترمز میزنیم خیلی خط ترمز زیاد میشه. اما در موقعیت سوم که گفته لاستیک ها بیشتر به زمین میچسبن، گزینه اشتباه است. سال دوم زیزین دوش اینه گفه برمزونگ نو کنپ اینه وکز اون فال اندگنگن ایغه هنده اون کنی سیتن وی فهاتن زیزیش ریشتیش. اینجا داره میگه که ما مجبور شدیم که یه ترمز محکم بگیریم. گفه برمزونگ همون فول برمزونگ هستش که ما بس یه هوی ترمز بزنیم. میگه ما مجبور شدیم که این کار رو بکنیم تا از یک فک از اون فال که معنی یک تصادف جاده‌ای هست جلوگیری بکنیم. حالا میگه که ایغ هند اون کنی، دست ها و پای ما، زانوهای ما داره چی میشه؟ سیتن، میلرزه. وی فهاتن زیزیش خیشتیش، چه رفتاری از ما در این موقعیت صحیح هستش. گزینه اول میگه ایشفاق دیرکت وایتا اون میسو به رویگن، میگه که من همینطور میرم به راهم ادامه میدم تا اینکه به رویگن یعنی که آروم بشم، تا زمانی که آروم بشم به جاده ادامه میدم. گزینه دوم ایشلیگه شنلست مگلیش این پاوز این اون میسو به رویگن، میگه تا اونجا که امکان داره خیلی سریع من یک استراحت میکنم، در موقعیتی که پیش میاد جای پارک هست نگه میدارم و استراحت میکنم تا اینکه آروم بشم. و گزینه سه ایشتن کش پیتا دخوبا نخ اوب ایشتی زیتواتسیون هته فمایدن کنن و من بعدم به این فکر میکنم که آیا میتونستم از این موقعیت فمایدن به معنی دوری کردن هست، میتونستم این کار رو انجام ندم و موقعیت بهتری رو برای خودم درست میکردم و دوری میکردم از این سیتواسیون. خب اگر که نگاه کنیم اینکه من باید یک جای استراحت پیدا کنم و استراحت کنم کاملا صحیح هست، منطقیه و همچنین در مورد اتفاقی که افتاده ما فکر بکنیم. تا خوبا نختنکن. بریم سراغ سوال سوم. زیفاقن این هونده کیلومتر پرو شونده und haben eine Sekunde Reaktionszeit. Wie lang ist der Reaktionsweg nach der Faustformel? میگه که ما داریم رانندگی میکنیم با سرعت 100 کیلومتر در ساعت و یک ثانیه هم ثانیه عکس العمل ماست. طبق این قانون سرانگشتی فاست فرمل یعنی سرانگشتی، طبق به صورت قانون سرانگشتی در واقع طول ریاکسیون عکس العمل هستش محاسبه کنیم. ما فرموله ریاکسیونز ویک رو قبلا با هم کار کرده بودیم. 100 کیلومتر ضرب در 3 میشه 300 تقسیم بر 10 میشه 30. عدد 30 رو می نویسیم. این میشه ریاکسیونز ویک ما. بریم سراغ سوال بعدی. سال چهارم میگه زیفاق مید اخسیش کیلومتر پرو شتونده هینتا اینم آوتو هه ورشن زیشه هست آمشتند موسن زی میندستنز این حالتن.
شما با 80 کیلومتر در ساعت پشت یه ماشینی دارید میرونید. باید حداقل چه فاصله ای رو شما نگه دارید با ماشینی که ازش فاصله دارید؟ اولین گزینه اینن ابشتند فون فونسین میتن، دومین گزینه اینن این زیکوندن ابشتند یک ثانیه فاصله، گزینه اول 15 متر فاصله بود و گزینه آخر اینن سوای زیکوندن ابشتند با فاصله 2 ثانیه که گزینه صحیح همیشه فاصله 2 ثانیه هست، زمانی که شما سرعتتون 80 کیلومتر در ساعت هست. در سال 50 ما در یک لندشتغسه هستیم، داریم با ماشین همینطور میریم، پشتمون هم یک ماشین دیگه قرار داره و همینطور که داریم میریم کم کم راهنما میزنیم که بیایم سمت چپ، میخوایم بریم تو فرعی، اما پشتمون اگر نگاه کنیم یه ماشین قرمز رنگ قرار گرفته. حالا تو این موقعیت به ما میگه که وی فهالتن زیزیش خشته، چه رفتاری از ما درست هست؟ گزینه اول ایش بیگه اب نخت میش دس غوت فاسوک او با هولت هت، به این معنی که من بعد از اینکه ماشین قرمز رنگ سبقت گرفت میپیشم، یعنی اول میذارم ماشینی که پشتم هست تو آینه داری میبینیم اون رد بشه و بعد بپیچیم. گزینه دوم داره به ما میگه که ایش بیگه یتس اب اوم دی نخ فولگندن دوش مین سوگن نیسو فونزیشه، به این معنی که الان میپیچم، ایش بیگه یتس اب، من الان میپیچم تا ماشین های پشت ایمن بمونن و ناایمن نشن. و گزینه آخر ایش بیگه یتس اب، من الان میپیچم اوم دی فابن فرای سو ماخن، به این معنی که من الان میپیچم تا جاده رو باز کنم، فرای سو ماخن، برای باز کردن جاده من سریع میپیچم. که از بین گزینه ها عاقلانه ترین کار این هستش که ایش بیگه اب، من میپیچم نخت میش دس خوت فاسوک او با هولت هد، بعد از اینکه ماشین قرمز سبقتش رو گرفت. بریم سراغ سوال ششم، واس ایس بای ده این شتلونگ فون کوفشتوسن این فاسوک سو بخته، به این معنی که موقعی که میخواییم پشتی سرمون رو تنظیم کنیم باید به چه چیزایی توجه کنیم. چیزهایی که باید توجه کنیم، گزینه اول دی او بکنته ده کافشتوس زولت میدم او بخن هلس ویبل ابشلیسه، به این معنی که فاصله بین پشتی سر ما و مهره های گردن باید همتراز باشه. گزینه دوم در ابشتن سویشن هینتا کپ اون کفشتوس زولت مگلیس گرینگ زن، به این معنی که باید فاصله بین سر ما و همچنین اون پشتی سر خیلی کم باشه، هر چقدر کمتر باشه این فاصله بهتر هست. و گزینه آخر دی هست شتل دس کافز زولت میت در او بکنت در کافشتوس اتواز گلایش آف زن، به این معنی که بالاترین قسمت سر باید با بالای پشتی سر همتراز باشه، در یک راستا باشه. که در بین گزینه ها گزینه این که سر ما باید همتراز باشه درست هست، گزینه آخر، و همچنین گزینه این که فاصله بین سر و پشتی صندلی ماشین هم کم باشه، اما این که با گردن ما همتراز باشه گزینه صحیح نیست. سال هفتم اینطور شروع میشه که ودوش انتشتد فمایت باقا لم، از چه راههایی میشه جلوگیری کردش از صداهایی که قابل اجتناب کردن هستش؟ فمایت باقا یعنی که ما میتونیم اونها رو یه کاری بکنیم که به وجود نیان، اجتناب پذیر هستن. گزینه اول دوش هایفیگس سوشلاگن فون تورن، از طریق کوبیدن درها، یعنی ما در واقع جلوگیری کنیم از کوبیدن درها. دومین گزینه دوش هوپن سو بگروسونگ، به این معنی که بوق زدن برای اینکه احوال پرسی بکنیم با شخصی رو، اون رو هم میتونیم ازش صرف نظر کنیم و جلوش رو بگیریم. و گزینه آخر دوس فاقن میت اینم دخ که پک تخیگا، دخ که پک تخیگا به معنی این هستش که شما باری رو روی سقف داشته باشید، رانندگی کردن با بار روی سقف، که از اون جلوگیری کنید. دو تا گزینه اینجا صحیح هست، یکی این که برای سلام علیک کردن و احوال پرسی کردن بوق نزنیم و همچنین درها رو اجتناب کنیم از اینکه محکم بخوایم درها رو به هم بکوبیم. این دو تا گزینه رو تیک میزنیم.
سوال شماره 8 میگه زی فاغن میت اینم انهنگا آف این شتغاسه شلاگ لوشه. ایغه فاغسوگ کمبیناتسیون شاو کلت زیش آف. وی موسن زی زیش یت فهالته. سوال اینطور اومده که شما با یک یدکش در خیابونی میرید که پر از دست اندازه و ماشین شما رو بالا پایین میکنه. باید چه رفتاری از خودتون نشون بدید که این اتفاق کمتر بیفته، یعنی ماشین خیلی تکون نخوره. ما 3 تا گزینه باز داریم. ایشموز من باید چیکار کنم؟ اولین گزینه ایشموز بیشلاینیگن اوم دی فاسو کمبیناسیون گشتریک سو هالته. من باید سرعتم رو بالا ببرم، بشلوینگن یعنی سرعت رو شتاب بدم تا اینکه یدکش و ماشین صاف بمونن. گزینه دوم داره میگه که بشموستی گشویندیش قد فهینگن اوم این شلویدن سو فهینده. به این معنی که من باید سرعتم رو فهینگن گشویندیش قد فهینگن یعنی که سرعتم رو کم کنم تا از انحراف ماشین جلوگیری بکنم. و گزینه آخر ایش موز شنل گیگن لینکن اوم این شلایدن سو فهینده. در اینجا داره میگه که من باید فرمون رو کنترل کنم تا منحرف نشه، یعنی به سرعت فرمون رو کنترل کنم تا اینکه خارج نشم. گزینه صحیح این هستش که ما سرعتمون رو همیشه کم بکنیم. پس گزینه دیگش فیندیش کای فهینگن گزینه صحیح هستش. سال نهم میگه واس موسن زین دیزا زیتواسیون باختن. ما باید توی موقعیت به چه چیزی توجه بکنیم؟ 3 تا گزینه داریم. قبلش به عکس نگاه کنید. ما در یک جاده هستیم. یک تابلوی کوچیک که نوشته 200 متر هم در زیرش هستش. اولین مورد میگه که من فاسوگ هستمید آوزن شپیگن بغایت آلس ایندن فاسوگ پاپیرن انگیگیبن. داره میگه که ماشین من با آینه های بیرونی پهن‌تر از اون چیزی هستش که تو کاغذهای آینه که در مورد مشخصاتش هست نوشته شده. در واقع تو آینه ما پهن‌تر همه چیز رو میبینیم نسبت به واقعیت. گزینه دوم نخ سوای هوندت میتا فهینگت زیش دی برایت دس لینکن فاشت غیفنس. به این معنی که بعد از 200 متر کم میشه پهنای جاده، البته که نوشته به سمت چپ. پس این کم شدن به سمت چپ هستش بعد از 200 متر. گزینه آخر آف اینه لنگه فون 200 متر فرینگت زیشتی برایت دس لینکن فاشترایفنس. در یک فاصله در طول 200 متر. دوستان اینجا لنگه گفته، یعنی اینکه در یک طول مسیری پهنای جاده به سمت چپ کم میشه. اگر که یادتون باشه ما گفتیم هر وقت 2 تا فلش رو به بالا، زمانی که عدد اون مثلا 200 متر نوشته شده 2 تا فلش رو در اطرافش داشته باشه، منظورش همون در طول هستش، لنگه هستش. اما اینجا هیچ فلشی ما در تابلو نداریم. پس گزینه دوم صحیح هست، بعد از 200 متر نه در طوله. و همچنین گزینه این که ماشین ها در آینه های بیرونی پهن‌تر از چیزی هستن که نوشته شده. این دوتا گزینه جزو گزینه های صحیح هست. و اما آخرین سوال این بخشمون داس برمز لیشت ایغز فخصایگس فنکسونیت نیشت واس کن دی واس اخ زین. داره میگه که چراغ ترمز ماشین شما کار نمیکنه. برمز لیشت یعنی چراغ ترمز کار نمیکنه. میتونه چه دلیلی داشته باشه؟ گزینه اول دی انتش برشانت زیشخونگ ایست دفکت. زیشخونگ اینجا منظور فیوز هستش. داره میگه که فیوزش میتونه خراب شده باشه. گزینه دوم در فلیشتن در برمز فلیوزش کد ایسو گرینگ. مایه ترمز میتونه کم شده باشه. و گزینه آخر دست لاشت میتل ایز دفکت. دفکت یعنی خراب. لاشت میتل لامپ چراغ ترمز هست. میگه امکان داره که لامپش خراب شده باشه. که در اینجا گزینه صحیح این هستش که امکان داره فیوز خراب باشه یا لامپ خراب باشه. اما اینکه مایه ترمز کم شده باشه ارتباطی نداره. تا قسمت بعد و بوگن هفتم، خدا نگهدار.